وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى المهديين لا سيما علي
علی در خم به دوش آن پیامبر قدم بنهاد و قدم بنهاد آن دم یا علی گو مگر این وادی دارالجنون است که هر دیوان دیدم یا علی گو ز لیلایی شنیدم یا علی گو به مجنونی رسیدم یا علی گو مگر این وادی دارالجنون است که هر دیوان ندیدم یا علی گفت. این دستگاه خراب است که مثلا چند شهر نمیدون بزن شبایی این بیرون بیدیم دستگاه سیار داریم دستگاه سیار میموردیم نسیمی خوب دل بدون به این شعر چی میگه نسیمی غنچه ای را آواز می کرد نسیمی غنچه ای را آواز می کرد به گوش غنچاندم یا علی می گفت خمیر خاک آدم را چون سرشتن خمیر خاک آدم را چون سرشتن چه بر میخواست آدم یا علی میگو یا علی مسیحا هم دم از اعجاز میزد مسیحا مسیحا هم دم از اعجاز میزن زبست بیچاره مریم زبست بیچاره مریم یا علی گو مگر خیبر ز جایش کنده می شد مگر خیبر ز جایش کنده می شد یقین آنجا علی هم یا علی گو مگر خیبر ز جایش کنده می شد یقین آنجا علی هم یا علی گو علی را ضربتی کاری شبای عیدی شعران نباید کن ولی که دوالا شاید هم داخل شعرش آورده علی را ضربتی کاری نمی شد گمانم ابن ملجم هم یا علی گو گمانم ابن ملجم هم یا علی گو جلوگر شد بار دیگر در طور سینا جلوگر شد بار دیگر طور سینا در قدیم ریخت از خم ولایت می به سینا در قدیم رودها با یک دگر پیوست کم کم سیل شد
وقتی دست پیغمبر به دست علی خود شد، میگی رودها که با هم یک جایی شد، موج میزد سیل مردم مثل دریا در قدیم، هدیه جبریل بود الیوم اکملت لکم، وحی آمد در مبارک باد مولا در قدیم، با وجود فیضت من تو علیکم نعمتی. وسط منبر دیگه الله کرد بر من دعای خودتان دست بده، وسط منبر خلاصه، با وجود فیضت من تو علیکم نعمتی، از نزول وحی غوغا بود غوغا در قدیم، بر سر دست نبی، بر سر دست نبی، هر کس علی را دید و گفت آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در قدیم. این شعر گرفتم شاید چی گفته؟ اول منبر خواستم عباسا با این هم جمع شد، بر سر دست نبی هر کس علی را دید و گفت آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در قدیم، برکه خورشید قدیر یعنی برکه، حالا شاید چی استفاده کرده؟ برکه خورشید در تاریخ نامی آشناست، شیعه جوشیده است از آنجا، از آن تاریخ آنجا در قدیم، برکه خورشید در تاریخ نامی آشناست، شیعه جوشیده است از آن تاریخ در قدیم. ایام قدیریه، عید بزرگ اولیای خدا، عید الله الاعظم، عید سعید قدیر، عید اکمال دین، عید اتمام نعمت، عید جانشینی وجود نازنین مولا الموحدین علی بن ابی طالب و عید تأسیس مذهب تشیع. بنده بارها عرض کردم ساده‌ترین جوابی که در برابر سوالات و شبهات سایر دوستان